سلام دوستان به کانال ذهن خلاق و شاد خوش آمدید در این ویدیو میخواهیم درباره راه حل موثر برای از بین بردن لکه های پوستی که در سال خوردگی ایجاد میشه ویدیو رو براتون تهیه کرده ایم امروز قصد داریم بهترین ویتامین رو برای شما معرفی کنیم که میتونه به طور موثر با لکه های پوستی قهوه ای که در سال خوردگی ایجاد میشه براتون معرفی بکنیم و بیا داشته باشید که با افزایش سن این لکه ها به یک نگرانی رایج برای افراد بالای 50 سال یا 60 سال تبدیل شده اما نگران نباشید اقداماتی وجود داره که میتونید برای جلوگیری از ظاهر شدن اونها انجام بدید در واقع نکته اصلی حفظ یک سبک زندگی سالم از جمله رژیم غذایی مغذی و گنجاندن ویتامین های خاص در برنامه روزانه خودتونه برای درک بیشتر این موضوع و اینکه چرا لکه های پوستی قهوه‌ای ناشی از افزایش سن در بدن ایجاد میشه مهمه که لایه های مختلف پوست رو بهتر بشناسیم زخامت بیرونی ترین لایه پوست که به اپیدر معروفه بسته به محل آن روی بدن متفاوته و به عنوان مثال در پلک‌ها زریفتره و اندازه اون تقریبا نیم میلیمتره در حالی که زخیم ترین پوست در کف دست و پاها وجود داره که زخامت اون حدود 1.5 میلیمتر می باشد این سپر پوستی محافظ بدن رو در برابر پاتوژن های مزر، آلودگی و اشعه خورشید محافظت میکنه. لک های پوستی ناشی از افزایش سن معمولا در این لایه برونی پوست ظاهر میشن. با این حال این لایه کاملا در برابر استرس آکسیداتیو آسیب پذیر میشه بنابراین تامین مقدار زیادی آنتی اکسیدان برای جلوگیری از آسیب پوست و پیری زودرس ضروری است اینطور تصور کنید وقتی که پوست آسیب میبینه و لکای قهوهی سالخوردگی ایجاد میشه اولین لایه پوستی است که آسیب میبینه بنابراین بیایید به دنیای ویتامین ها مراجعه کنیم و راه حل نهایی رو برای از بین بردن این لکه های قهوه پوستی مزاحم اقداماتی رو انجام بدیم درم که بین لایه های بالایی و پایینی پوست قرار داره یک جزء مهمیه که شامل بافت های مختلف مانند موی ها انتهای عصبی و فولیکول های موه همچنین قدرت مهمی مانند قدرت ریز جلدی سبوم و یا روغن بدن تولید میشه و قده فوقانی که تولید عرق رو انجام میده رو در خود جای داده با این حال هنگامی که صحبت از جلوگیری از لک ناشی از افزایش سن و حفظ پوست سالم در طول زندگی میشه یک عامل کلیدی برجسته یعنی ویتامین C مد نظره این ویتامین ضروری نقش حیاتی در بهبود و تغذیه تمام لایه های پوست ایفا میکنه یک پوست سالم دارای غلظت کافی از ویتامین C می باشه که به مبارزه با آلودگی اشعه ماورای بنفش و سایر عواملی که در ایجاد استرس آکسیداتیو نقش دارند مانند سیگار کشیدن هم کمک میکنه متاسفانه هنگامی که پوست ما در معرض تابش مزر خورشید آلودگی های محیطی قرار میگیره همچنین افرادی که با افزایش سن دست و پنجه نرم میکنن لایه بیرونی پوست از ویتامین C خالی میشه علاوه بر این لکه های پیری نیز میتونن ناشی از دیابت و یا مقاومت به انسولین هم باشه برابر این دو عامل اصلی در ایجاد لکه های پیری نقش دارند اول کمبود ویتامین C و مشکلات مربوط به انسولینه اگه لک های پیری رو تجربه میکنید ممکنه کمبود ویتامین C داشته باشید و یا با مقاومت به انسولین یا دیابت مواجه باشید سطوع ناکافی ویتامین C در بدن میتونه به تشکیل لک های پیری کمک کنه برای مبارزه با این امر مصرف روزانه مقدار کافی ویتامین C ضروریه اگه میخواهید لک های پیری رو کاهش بدید عامل دیگری که باید در نظر بگیرید وجود ملانینه رنگدانه است که مسئول رنگ مو، پوست و چشم می باشه. در حالی که ژنتیک نقش مهمی در تولید ملانین ایفا میکنه، اما قرار گرفتن در مرز نور خورشید نیست میتونه بر سطح اون تاثیر بذاره. لکهای پیری با ملانین پر میشن و ویتامین C میتونه به مهار تولید اون کمک بکنه و راه حلی بالقوه برای کاهش و پیشگیری از لکهای پیری رو ارائه بده. علاوه بر این حفظ سطح بالای ویتامین سی برای بیوسنتز کلاژن ضروریه کلاژن یک جزء حیاتی پوسته که به عنوان بلوک اصلی ساختمان پوست عمل میکنه و نقش مهمی در بهبود زخم و پوست سالم داره شایان ذکر که اکثرا کلاژن در لایه داخلی درم یافت میشه و تقریبا 75 درصد از اون ترکیب رو تشکیل میده ویتامین C با جلوگیری از ایجاد لکه های پیری به سلامت کلی پوست کمک میکنه با توجه به اهمیت از بین بردن لکه های پیری از پوست مشخص میشه که ترکیب ویتامین C در برنامه روزانه شما ضروریه متخصصان به شدت توصیه میکنند که این ماده مغذی حیاتی رو از طریق رژیم غذایی دریافت کنید اگرچه مکملهایی با کیفیت بالا نیز یک گزینه مناسب هستند مصرف روزانه 500 تا 1000 میلی گرم ویتامین C چه از طریق مکمل ها و چه با مصرف غذاهای غنی از این ماده مغذی توصیه میشه برخی از منابع عالی ویتامین C عبارتند از کیوی پرتغال پاپایا فلفل توت فرنگی آناناس فروت، انبه گوجه فرنگی اسفناج انار فرنگی جعفری خربوزه کلمپیچ با گنجاندن این غذاها در رژیم غذایی خودتون میتونید از دریافت کافی ویتامین C اطمینان حاصل کنید همینطور ویتامین C حیاتی ترین ویتامین برای از بین بردن لکه های پیری و حفظ پوست سالم می باشه همینطور برخی از داروهای طبیعی مانند آلوورا، سرکه سیب و اوسوره چای سبز به روشن شدن لک های پیری در پوست به صورت موزعی کمک میکنه. به از این مواد طبیعی سرکه سیبه. سرکه سیب حاوی اسید استیکه که میتونه رنگدانه ها رو روشن کرده و آکنه رو کاهش بده. سرکه سیب باید به مقدار مساوی با آب رقیق بشه و روی پوست مالیده شه. پس از دو تا سه دقیقه شسته بشه و این کار رو باید حدودا یک یا دو بار در روز به مدت شش هفته انجام بدید همینطور غذاهایی وجود دارند که حاوی سموم طبیعی هستند که میتونه حساسیت به نور خورشید رو افزایش بده این مواد به نام پسورالن نام داره پسورالن چگونه بر پوست تاثیر میذاره این مواد یک حساس کننده به نور خورشیده که باعث میشه پوست ما در برابر آسیبهای خورشید مستعدتر بشه هنگامی که این مواد مصرف میشه و یا در تماس با پوست قرار میگیره میتونه حساسیت پوست رو به عشایی ماورای بنفش خورشید افزایش بده تولید ملانین رو افزایش داده و باعث افزایش مقدار ملانین شده و در نهایت لکه های تیره پوستی به وجود میاد اما مواد پسرولن در چه غذاهایی وجود داره؟ در غذاهایی همچون ازگیل، هویج، کرفس که حاوی مقادیر زیادی پسرولن هستند. همچنین در ادویه ها و گیاهانی مانند بادیان، زیره، گش شوید و خردل هم یافت میشه مرکبات نیز منبع پسرولن هستند جالبه بدونید که هرچند آبلیمو یک درمان سنتی برای از بین بردن لک های تیره می باشه اما در واقع میتونه باعث ایجاد لک های تیره بیشتری هم بشه اگه هر کدوم از غذاهای مورد علاقه خودتون رو در این لیست میبینید مجبور به قطع اون نیستید اما اگه از طرفداران پر قرص این غذاها هستید بهتر میزان مصرف این مواد غذای خودتون کمتر کنید دوستان از شما تشکر میکنیم که تا پایان این ویدیو با ما بودید لطفا ویدیو رو لایک کنید و اونو با دوستان و عزیزان خودتون هم سهیم بشید همینطور خوشحال میشیم کامنت ها و نظریات خودتون رو در رابطه با این ویدیو برامون بنویسید گزینه زنگوله رو هم فعال کنید تا ویدیوهای ما رو دریافت و تماشا بکنید امیدواریم که همیشه شاد و سلامت باشید